یکی از قسمت های خیلی اصلی لایتروم دیتیلز هستش. در دیتیلز ما اصولا دو موضوع رو دنبال میکنم، یکی وضوح، یکی هم نویز. نویز یعنی اون دوندونایی که تو عکسه، وضوح هم وقتی که ما بلر داریم، ماتی داریم رو عکس. بیم اینجا، خب اینجا شما میتونی خیلی زوم روی عکست نگاه کنی و مقایسه هم میتونی بکنی. اگه اینجا هم زوم کنی ببینید یکی شارپی، بالاخره این وضوح چقدر باشه. الان میبینید که بدنه قارچ واضح تر دیده میشه، قبلش اینجوری بود، حالا اینجوری تر. وضوح یه ایرادی هم ایجاد میکنه و اینکه یک جاهایی پیکسل پیکسل میشه چون خیلی رنگاش شارپ میشه. یه دونه رادیوس داره این ماجرا، یعنی اینکه نسبت های واضح شده نسبت به نقاط بغل خودش چه وضعی پیدا. از این باید خیلی با احتیاط استفاده کنید. یعنی جزئیات داره، این جزئیات هم خیلی نبرین بالا چون برمی داره کارو به دوندون شدن میکشونه. و یه دونه ماسک دارید که میاد نهایتا رو کل قسمت های واضح شده یک حالتی درست میکنه که با قسمت های اینجوری بهتون بگم، ببینید ناحیه‌ای فکر میکنه، یه ناحیه‌ای واضح شده یه ناحیه دیگه نشده. این میاد این ناحیه رو با این ناحیه یه مقایسه ای میکنه و سعی میکنه به هم نزدیک کنه، ناحیه ای فکر میکنه. حواستون باشه برعکس رادیوس که پیکسلی فکر میکنه همین موضوع. و کل این ماجرام تحت مانزه، یعنی کل این مقدارها با این کم و زیاد میشه. نکته دیگه ای داریم اینجا به نام نویز ریداکشن. هر عکسی موقع عکاسی تشکیل شده از پیکسل کناره، بحثی در این نیست. اما نکته اینه که هرچی این نویز ریداکشن رو ببرید بالا، عکس بلرتر میشه. یه نگاه اینجا بندازید، بذارید زوم کنم. اگر اینجا خوب نگاه کنید متوجه میشید، ببینید عکس بلر میشه چون شما داری این نقاط رو از حالت وضوح خارج می‌کنی. باز دوباره اینجا یه چیزایی داری برای تنظیم بهتر. مثلا اگه درست اینو بردی تا آخر، ولی یا حالا تا آخر نبریم، ولی اینجا میتونیم بر اساس اینکه پیکسل پیکسل به چه وضعیتی باشه تغییراتی بدیم. کنتراست بر اساس تفکیک رنگ کمک میکنه باز واضح تر شه. اینم بر اساس باز رنگ، بر اساس جزئیات رنگ، این بر اساس اینکه چقدر اسموتنس مثلا بین قرمز، گلبهی و نارنجی چند رنگ اضافه میکنه برای اینکه نقاط خالی پر بشه. خب طبیعتا حالت اسموت میشه، نرم میشه. ولی نهایتا اینه بود که به شما بگم یه عکس خوب این خبراتش نیست، کسی دست به نویز و شارپش نمیزن، خیلی حرفه نیست. ولی خب اگر پیش اومد بدونید شارپ برای حضور، نویز برای کم کردن دوندونای عکس یا پیکسل های کسری پیکسل عکس رو ترمیم میکنه. خب اینم از دیتیلز. باید بریم سراغ افکت و کامرا کالیبریشن. اینا رو که بهتون بگم این دوتا رو باید شروع کنیم با این ابزارا کار کردن در دیولوپ. منو میشناسیم، یادم رفته خودم تو دو سه تا ویدیو اخیر معرفی کنم، از سعید طوفانی مدرس مباحث هنری اینجور نرم افزارا در دانشگاه و در دانشگاه. تا ویدیوی بعدی.